نهاد عدالت برای قربانیان کشتار سال 1988 روز پنجشنبه جلسه‌ای با حمایت 4 سازمان غیر دولتی در ژنو برگزار کرد که طی آن از سازمان ملل خواست با رسیدگی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی سال 1367 در ایران جلوی کشتار بیشتر مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته شود. این نهاد که مقر آن در لندن است، انجمنی از خانواده‌های زندانیان سیاسی است که در سال 1367 خورشیدی توسط نظام حکومتی ایران کشته و در گورهای دست جمعی دفن شدند. انجمن می‌خواهد عاملین آن کشتار شناسایی شده و به مجازات برسند. گیتا آریان گزارش می‌دهد. تظاهراتی که از 7 دی ماه در ایران آغاز شد، جهانیان را غافلگیر کرد. تکان دهنده تر خبرهای مرگ برخی از بازداشت شدگان در زندان‌ها بود. در جلسه یک روزه‌ای در ژنو، نهاد موسوم به عدالت برای قربانیان کشتار 1367، کارشناسان خواستند جامعه جهانی به عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنهایی که جرأت می‌کنند مخالف نظام سخنگویند رسیدگی کند. Is it any coincidence that after the protests in آیا اتفاقی است که پس از تظاهرات ژانویه 2018 810 تن از آن معترضین را می‌بینیم؟ مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند آنها یا در زندان خودکشی کرده یا معتاد به مواد مخدر بوده و به این دلیل جان خود را از دست دادند، یا اینکه علناً اعلام کردند که یکی از آن افراد چنان از شرکت خود در تظاهرات پشیمان بود که در زندان دست به خودکشی زد. خانم برایملو هشدار داد کسانی که هنوز در زندان هستند در معرض خطر قرار دارند. برگزار کننده نشست از شماری از قضات سازمان ملل، مقامات ارشد و کارشناسان حقوق بشر دعوت کرده بود مدارکی را که نهاد در اختیار دارد بررسی کنند. In the absence of any such investigation در صورتی که تحقیقاتی در مورد کشتار 1988 و کشتارهای اخیر انجام نشود، جامعه مدنی چاره‌ای دیگر ندارد جز اینکه خود دست به این کار بزند و ما امیدواریم کارشناسان ما امروز مدارک و شواهدی را که نشان می‌دهد در تابستان 1988 چه رخ داد بررسی کنند. در پایان جلسه همه متفق نظر بودند که کشتار 1367 جنایت علیه بشریت تلقی می شود. خانم برایملو گفت شواهد نشان می دهد که شمار قربانیان حداقل 30,000 نفر است. شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی کشته شده اعضای مجاهدین خلق بودند. گیتا آریان، صدای آمریکا.